خب ما گفتیم که برای اینکه آنتیبادی ها رو نشاندار کنیم میام و از یک سری رنگ های فلورسنت یا فلوروکروم استفاده میکنیم. در اینجا شما لیست چند تا از فلوروکروم ها رو مشاهده میکنید، چند تا از فلوروکروم های معروف مثلا FITC، PI یا APC و سایر فلوروکروم ها. رنگ های فلورسنت برای اینکه ما بیام و اونها رو تشخیص بدیم لازم هست که یک طول موج خاص به اونها تابونده بشه، اونها اون طول موج رو جذب میکنن و یک طول موج خاصی رو دوباره نشر میدن. به عنوان مثال FITC ما باید که طول موج 488 نانومتر رو بهش بتابونیم، اون این طول موج رو جذب میکنه و در ادامه این طول موج رو که 519 نانومتر هست رو میاد و منتشر میکنه. و اگر که دستگاه فلوسایتومتری ما بتونه این نور رو بتابونه و این نور رو دیتکت کنه، ما میتونیم بیام و از این مارکر FITC استفاده کنیم برای نشاندار کردن آنتی بادی هامون. خب الان مشاهده میکنید اکثر این فلوروکروم ها یا رنگ های فلورسنت با نور 488 برانگیخته میشن. حالا مثلا APC و APC سایه 7 با استفاده از طول موج 633 میاد و برانگیخته میشه و این نورها رو میاد و انتشار میده. اگر که ما بخوام بیام از آنتیبادی استفاده کنیم که به عنوان مثال با APC نشان دار شده، اولا لیزر اون دستگاه فلوسایتومتری ما باید که این لیزر رو داشته باشه، لیزر 633 نانومتر رو باید داشته باشه. دوم باید بتونه بیاد و این طول موج رو دیتکت کنه، در واقع آشکارسازی باید داشته باشه که این آشکارساز بیاد و این طول موج رو دیتکت کنه. که خب اغلب دستگاه های فلوسایتومتری لیزرهایی دارن که هم 488 نانومتر و هم 633 نانومتر طول موجشون هست و اغلب دستگاه فلوسایتومتری باید میتونن بیان و این طول موجها رو دیتکت کنن. و تفاوت دستگاه فلوسایتومتری هم در واقع در همین جدول هست که مشاهده میکنید که اون دستگاه فلوسایتومتری لیزرش چند نانومتر هست، که در واقع دستگاه های فلوسایتومتری ممکنه که 2-3-4 تا لیزر داشته باشن. عنوان مثال در اینجا ما هم 488 داریم هم 633. دستگاه های فلوسایتومتری اغلبشون هر دو تای این لیزرها رو دارن، اینطور نیست که هر دستگاه های فلوسایتومتری فقط یک لیزر داشته باشه، ممکنه 4-5 تا لیزر داشته باشه که همه این رنگ ها رو بتونه بیاد و پوشش بده. و اغلب دستگاه های فلوسایتومتری 7-8 تا حداقل آشکارساز دارن که بتونه بیاد و همه این طول موج هایی که منتشر میشه رو بیاد و جذب کنه. اما خب شما اگر که میخواید بیاد و از یک رنگ فلورسنت خاص استفاده کنید، اول بهتر هست که مطمئن بشید که اون دستگاه فلوسایتومتریتون میتونه طول موجش رو دیتکت کنه و اون لیزر رو هم داره که اون رنگ فلورسنت رو بیاد و برانگیخته کنه. خب که در اینجا شما یک دستگاه فلوسایتومتری رو مشاهده میکنید که هم لیزر 488 رو داره هم لیزر 635 رو داره، در واقع دو تا لیزر داره که نورهای این دو لیزر توسط یک لنزی میاد و متمرکز میشه بر روی سلول ها. در اینجا هم آشکارساز ها رو مشاهده میکنید که آشکار FSC دقیقا روبروی لیزر قرار میگیره. SSC این پارامتر بر با زاویه 90 درجه قرار میگیره و همینطور رنگ های فلورسنت که تا اینجا تحت عنوان FL1, 2, 3 و 4 اومده و اونها رو اسم گذاری کرده هم با زاویه 90 درجه میاد و اونها رو دیتکت میکنن. و یک سری فیلترهایی هم وجود داره، به عنوان مثال از این فیلتر اول نور FL1 دیگه رد نمیشه، اون رو منعکس میکنه، بقیه نورها رد میشن. برای این مار این فیلتر میاد و نور FL2 رو در واقع منعکس میکنه که این آشکارساز بتونه بیاد و این نور رو دیتکت کنه. و به این طریق دستگاه فلوسایتومتری میاد و این پارامترها رو اندازه گیری میکنه و ما با استفاده از این پارامترهایی که اندازه گیری کردیم میام و سلول هامون رو از هم دیگه تمایز میدیم. که یک بار دیگه ذکر میکنم که تفاوت دستگاه فلوسایتومتری در تعداد این لیزرها و تعداد این آشکارسازها هست که هر چقدر تعداد این آشکارسازها بیشتر باشه ما میتونیم بیام و مارکرها یا پارامترهای بیشتری رو بیام و اندازه گیری کنیم. خب در شکل قبلی ما عناوینی داشتیم تحت عنوان FL1، فلورسنت 1، فلورسنت 2 تا فلورسنت 4.
این اسم گذاری بر اساس طول موجی هست که ساطع میشه. به عنوان مثال FITC یک رنگ فلورسنت هست، طول موجی که ساطع میکنه در منطقه سبز قرار گرفته، حالا تقریبا در حدود مثلا 500 خورده ای هست. بنابراین نوری که FITC میاد و منتشر میکنه در محدوده FL1 هستش. خب ما یک رنگ فلورسنت دیگه داریم تحت عنوان PE که حالا مثلا طول موجی که منتشر میکنه در محدوده 580 هستش. در واقع اون بیشترین نوری که منتشر میکنه در محدوده 580 نانومتر هستش که حالا در محدوده FL2 قرار میگیره. و به عنوان مثال PECY5 نوری که منتشر میکنه در محدوده FL4 قرار میگیره که خب طول موج سبز نسبت به قرمز کمتر هست و FL1 تا FL4 رو به این طریق میان و فلوروکروم ها رو یا رنگ های فلورسنت رو به این طریق میان و دستبندی میکنن. بنابراین اگر که شما یک فایل فلوسایتومتری داشته باشید و ذکر شده باشه FL1ش مثلا اینقدر هست، به احتمال زیاد این FL1 میتونه از نوع FITC باشه و آنتیبادی با نشانگر FITC نشاندار شده باشه. خب برای اتصال رنگ های فلورسنت به آنتیبادی ها چند روش وجود داره. در اینجا شما آنتیبادی ها رو مشاهده میکنید به صورت شماتیک و رنگ های فلورسنتی که به آنتیبادی ها متصل شدن. یک سری از نشانگرها در واقع یک سری از رنگ های فلورسنت مثلا پاسیفیک بلو یا FITC و PE به صورت مستقیم میان و به آنتیبادی اونها رو متصل میکنن بدون هیچ واسطه ای، که در این حالت اون نشانگر فلورسنت به صورت مستقیم به آنتیبادی متصل شده. اما حالت دیگه هم داریم که در این حالت اون نشانگرها به صورت تاندم میان متصل میشن. در این حالت اصل کار به این صورت هست که یکی از رنگ‌های فلورسنت میاد و انرژی لیزر رو که دارای یک طول موج خاصه است رو جذب میکنه، برانگیخته میشه و نور خودش رو منتشر میکنه. نوری که توسط فلوروکروم اول منتشر میشه توسط اون رنگ فلورسنت دوم میاد دریافت میشه که حالا بهش اکسپتور گفته میشه و با استفاده از نوری که از رنگ فلورسنت اول دریافت کرده برانگیخته میشه و نور با طول موج خاص خودش رو میاد و منتشر میکنه، که در اینجا شما به صورت شماتیک مشاهده میکنید که در اینجا PE یا APC اون رنگ فلورسنتی هست که انرژی لیزر رو میاد جذب میکنه و طول موجی که PE یا APC میاد و منتشر میکنه توسط رنگ های الکسا میاد دریافت میشه و به این طریق ما طول موج الکسا رو میان و دریافت میکنیم. در واقع طول موج مربوط به PE یا APC رو به سلول ها میتابونیم، اما طول موجی که دریافت میکنیم مرتبط هست به الکسای حالا 619 یا 450، که در اینجا شما لیستی از نشانگرهای مختلف رو مشاهده میکنید که با استفاده از این روش و روش فرد تهیه شدن. خب ما رنگ های فلورسنتی که داریم کاربردهای مختلفی داره. ممکن است که بخوام بیام و پروتئین ها رو با شناسایی کنیم، در واقع میام و اونها رو به آنتیبادی ها متصل میکنیم برای اینکه بیام و سطح پروتئین ها رو بسنجیم یا پروتئین ها رو تشخیص بدیم، که اسامی شما در اینجا مشاهده میکنید که معروف ترینشون FITC, PE, APC هستش، که از این رنگ ها در واقع این رنگ های فلورسنت برای شناسایی پروتئین ها استفاده میشه. اما ممکن هست که ما بخوام بیام چرخه سلولی رو بررسی کنیم. خب برای اینکه چرخه سلولی رو بررسی کنیم باید بیام و محتوای DNA سلول ها رو بررسی کنیم. برای